ناصر چشمازر، آهنگساز و تنظیم کننده آثار درخشان و ماندگار موسیقی ایران، در 67 سالگی درگذشت. او برای فیلم‌های هامون و خواهران غریب نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن شده بود و برای بلندی‌های صفر، چشم شیطان و قارچ سمی برنده سیمرغ. پیکر زنده یاد ناصر چشمازر پس فردا صبح از مقابل تالار وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع می‌شود. مادر من تو یاری و یاور من. زنده یاد ناصر چشمازر در یکی از آخرین حضورهای خود در رسانه ملی. استاد چشمازر در 10 دی ماه 1329 در اردبیل به دنیا آمد. آموزش مقدمات موسیقی را از پدر آموخت و از شاگردان استادان به نام موسیقی ایران از جمله مرتضی حنانه و اصلانیان بود. زنده یاد ناصر چشمازر از پیشگامان سازهای الکترونیک در ایران است که آلبوم ماندگار باران عشق یکی از شاهکارهای اوست. بارانش گفتم ما باید یه تمایی داشته باشیم که هم اشاره های از دستگاه خودمون داشته باشه، تو اون فضا حرکت کنه و طوری باشه که یک فرد فرنگی هم گوشش میکنه، تو هم با این که اون ریشه ایرانی توش داره به دلش بشه. ناصر چشمازر دستی هم بر آهنگسازی فیلم داشت و برای ده ها فیلم و سریال تلویزیونی موسیقی ساخت. فیلم هم دیگه خوب جانشین ها، هامون، خواهران غریب، قارچ سمی، تاراج، در ژانر مختلف سینمای زیاد داشتن. موسیقی های ماندگار مجموعه قصه های مجید و ترانه های فیلم خواهران غریب از آثار به یاد ماندنی استاد ناصر چشمازر است. آلبوم شکوفه های ایران، خواهران غریب، شب‌های تهران، باران شادی، طلوع عشق و باران عشق نیز از جمله آثار صوتی این آهنگساز فقید هستند. مرحوم چشمازر در حالی روز 14 اردیبهشت ماه سال 97 در سن 68 سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت که خود را برای برگزاری چند کنسرت در نیمه دوم اردیبهشت ماه آماده می‌کرد. دارم سری کارهای ارکستری می‌نویسم و بیشتر مشغول اونم. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما.